جهان از نگاهی دیگر، میزگرد سیاسی، بررسی اوضاع سیاسی ایران، منطقه و جهان با حضور کارشناسان، برنامه از رادیو مانی. با درود خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی، امروز موضوع بحث ما پسا برجام با انعکاسی از غیر اتمی شدن شبه جزیره کره است. یه تیتر نسبتاً بزرگی داره و دوستانی در پنل این رو بحث میکنن که عبارتاً از آقای رضا پرچیزاده، نظریه پرداز و تحلیلگر از سوئد که ایشون یکی از خصوصا تاریخ معاصر هستند. آقای رضا پرچیزاده تحلیلگر و نظریه پرداز سیاسی در رسانه‌های فارسی، عربی و انگلیسی، و آقای محمد زمانی روزنامه‌نگار، کنشگر و سخنگوی جبهه دموکراتیک ایران. این دوستان امروز مهمانان عزیز ما هستند و به آنان درود می‌فرستم، همچنین به آقای مانی به خاطر کارگردانی این برنامه. برای شروع بحث من یک مقدمی را اول عرض می‌کنم، بعد دوستان می‌توانند به نوبت نظرات خود را مطرح کنند و یا سوالاتی از همدیگر هم بپرسند. هر دوستی 5 دقیقه وقت دارد که نظر خود را مطرح کند. تحریم بسا برجام از طرف امریکا در ماه می اخیر به دلیل خروج ترامپ از قرارداد برجام شروع شد و امروز هم در حال تدارک آن است. تحریم از طرف امریکا برای اولین بار در واقع بعد از جریان گروگانگیری سفارت امریکا در تهران در 1979 شروع شد و همون زمان رئیس جمهور امریکا جیمی کارتر فرمان داد، فرمانهایی که در امریکا به نام اکسیکوتیو اوردر معروف هستن، یعنی رئیس جمهور بدون مجلس، بدون کانگرس میتونه این فرمان اجرایی را صادر کند و بر اساس این فرمان 12 میلیارد دلار ایران و یا 10 میلیارد آنها هنوز هم فریز هستند. تحریم ها در دوران رفسنجانی سخت تر شدند و از 1995 به فرمان کلینتون تمام معاملات نفتی امریکا با ایران ممنوع شد. زمان خاتمه کلینتون تحریم ها را کمی تخفیف داد، کمی اونها را سبک کرد و برخی ارقام از جمله دارو، وسایل پزشکی و غیره را اجازه داد که به ایران صادر شود. در دوران احمدی نژاد دوباره بحران تحریم ها شروع شد، به خصوص که احمدی نژاد برخلاف اون قراری که در 2005 با سازمان انرژی اتمی مطرح شده بود، شروع به غنی‌سازی مجدد اورانیوم کرد و این در واقع آغاز یک بحران جدیدی شد که با فرمان بوش تمام دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی که در این اتم صنعت اتم شرکت داشتند تحریم شدند. در ضمن نهادهای مالی رژیم هم توسط امریکا همون موقع، یعنی تمام بانک‌ها از بانک سپه، صادرات ملی و غیره در زیر تحریم قرار گرفتن. کماکان رژیم میتونست به طرقی تحریم‌ها را دور بزند و این وضع ادامه داشت تا اینکه در می اخیر، یعنی حدود 1.5 ماه پیش، ترامپ دستور داد که کلن از برجام خارج شوند
و مقرراتی هم وضع کرده که هیچ بانکی نتونه با رژیم معامله کنه، که البته این مسئله است که هنوز بین اروپا و امریکا لاینحل مونده است که دوستان میتوانن به آن اشاره کنن. کماکان بسیاری از شرکت ها حتی اروپایی مثل توتال، مثل شرکت نفت ایتالیا، حتی شرکت ریلاینس هند و یا اویل برایس روسیه متحد خود جمهوری اسلامی هم این تحریم ها را کما بیش پذیرفتند و فعلا روابط معاملاتی خود را با حکومت اسلامی معلق کردند. سوالی که من میتونم از دوستان بپرسم، آیا بعد از نوامبر، یعنی مهلتی که ترامپ به کشورهای اروپایی داده تا سیاست های خود را با تحریم ها همگون کنند، آیا سازشی بین اروپا و امریکا بر اساس یک راه حل بینابینی پیدا خواهد شد؟ و سوال دیگری هم که شاید از آقای پرچیزاده بیشتر بهش توان سوال کرد، به عنوان یک تحلیلگر ایرانی امریکایی در امریکا، سوال این است که امریکا حزب الله و حماس را در لیست تروریستی قرار داده، چرا سپاه و یا حداقل سپاه قدس را که مؤسس تمام این گروه های تروریستی در منطقه هستند هنوز در لیست تروریستی قرار نداده است؟ من سوالها را به ترتیب از آقای رضا پرچیزاده که نامش ذکر شد آغاز میکنم و بعد میرسم به دوستان دیگه. 5 دقیقه وقت دارید که نظر خودتون را بگید، همچنین به این دو سوالی که من طرح کردم پاسخ بدهید. بفرمایید آقای رضا پرچیزاده. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای جهانشاه، آقای مانی، مهمانان گرامی برنامه و بینندگان عزیز رادیو و تلویزیون مانی در سرتاسر جهان. سوال اول راجع به هماهنگی اروپا با آمریکا بود، درسته؟ و بحث ماه نوامبر، ما اول باید ببینیم آیا جمهوری اسلامی تا ماه نوامبر میکشه یا نه، چون به هر حال یه 3-4 ماهی مونده و همین الان ما میبینیم داخل کشور دائم آشوبه و کنترل اوضاع عملا از دست رژیم خارج شده و کاملا حکومت نظامی برقراره. قیمت‌ها که سر به فلک زده، صنایع خابیده، بانک‌ها دیگه معنی ندارن. یعنی عملا رژیم به صورت عملی ساقط شده و فقط با نیروی سرکوبه که سر پا مونده. اینه که من فکر می‌کنم تا نوامبر وقت زیاده. ولی اگر عمر رژیم به اون ماه نوامبر هم بکشه، من فکر می‌کنم در نهایت اروپا چاره‌ای نداره که با آمریکا کامل هماهنگ بشه. به خاطر اینکه در نهایت چتر اقتصادی و امنیتی آمریکا بر سر اروپا است که اروپا رو از دست اندازی های آقای پوتین و رژیم جمهوری اسلامی تا حدی به هر حال نگه داشته. اگر آمریکا نبود، اینا اروپا رو تا الان خورده بودن و اونجا رو به خاورمیانه دیگر تبدیل کرده بودن. اما سوال دوم شما، میشه یه بار دیگه خواهش کنم؟ گفتید راجع به حزب الله و حماس و سپاه پاسداران، ولی یادم افتاد. ببینید، سپاه پاسداران و آمریکا از چندین جنبه تو لیست‌های متفاوت تروریستی گذاشته. وزارت خزانه داری آمریکا بخش‌هایی از سپاه رو به صورت برحال به عنوان نیروی تروریستی معرفی کرده. وزارت خارجه بخش‌های دیگر رو. ولی همینطور که میگید، به طور کامل تا الان نیروی سپاه را به عنوان نیروی تروریستی معرفی نکردن. چند تا دلیل داره. یکیش اینه که اگر بیان علناً و مستقیماً کل سپاه رو توی لیست تروریست بذارن، مشخص می شود که میخوان جمهوری اسلامی را با نیروی نظامی براندازند، چون میاد میگه آقا مثلا این مثل نازی هاست دیگه. علناً وقتی اینو بگی، یعنی عملاً تمام راه‌های مذاکره با جمهوری اسلامی را خواهد بست وقتی که بگه نیروی تروریستیه. یکی دیگه اینه که به هر حال عناصری در داخل دولت آمریکا هستن که میگن که هنوز باید صبر کرد بلکه رژیم پای میز مذاکره بیاد، و ما اگر سپاه پاسداران رو به طور کل توی لیست تروریستی بذاریم، این فرصت میتونه از دست بره. اینه که در آمریکا فعلا وضعیت اینه، ولی معنیش اصلا این نیستش که نظرشون نسبت به سپاه پاسداران مثبته. شما ببینید کانادا اخیراً کل سپاه رو به عنوان نیروی تروریستی معرفی کرد، دولت آمریکا هم کاملا حمایت کرد. ببینید دولت آمریکا داره سعی میکنه اون سوراخ آخر رو باز بذاره که اگر رژیم خواست بیاد مذاکره بکنه، راهی براش مونده باشه. ولی من بعید میدونم این اتفاق بیفته. همین الان عوامل رژیم آمدن در آمریکا پشت پرده
مذاکره بکنن با سران آمریکایی برای اینکه به هر حال تحریم‌ها برداشته بشه، ولی دولت آقای ترامپ تا الان زیر بار نرفته و میگه مثل رهبر کره شمالی باید بیاد جلوی چشم دنیا اونجا اگر میخواید حرفی بزنید بزنید. یعنی اشتباه اوباما رو نمیکنه که بره تو مسقط و از کانال‌های فرعی با آخوندها و سپاه مذاکره بکنه، بعد اینا سر بزنگا بیان بهش رو دست بزنن و آبرو حیثیت براش نذارن. اینکه من بعید میدونم این رژیم علناً و در جلوی صحنه بیاد مذاکره کنه، گرچه پشت پرده همیشه خواسته این کار رو بکنه، یعنی ایران رو میفروشه، خودشون هم میفروشن فقط برای اینکه سر قدرت بمونن، اما این مرتبه تفاوت میکنه. عذر میخوام طولانی شد. بسیار خوب آقای پرشیزاده. البته موضوع کره و موضوع مذاکرات پنهانی یا غیر علنی هم به عنوان یک سوال مطرح میشود، ولی همین سوال رو فعلا از آقای مصداقی میکنیم. نظر شما چیست آقای مصداقی؟ میکروفون را باز کنید و 5 دقیقه صحبت کنید لطفا. بفرمایید. من بایستی خدمتتون بگم که به نظر من تا اینجا مشخص نیست که چه توافقی در شبه جزیره کره صورت گرفته، برای اینکه تنها یک موافقتنامه یا یک گزارش یا اطلاعیه 2 صفحه‌ای در برگیرنده هیچ چیز خاصی نیست که بشه راجع به اون صحبت کرد. باید این هم در نظر داشته باشیم که عملا ترامپ اصولا به عنوان یک نفری که قبلا هم کارش ریالیتی شو بوده، یک شومن هم هست و میتونه از خیلی از مسائل در واقع به عنوان یک شو استفاده بکنه و برای مشکلاتی هم که در امریکا داره. به نظر من اون چی که امروز تا کنون در ارتباط با کره شمالی به دست آوردن چیزی نیست که بشه راجع بهش صحبت کرد. عملا دستاوردی تا کنون نداشته، میتونه داشته باشه، میتونه به اون سمت بره، ولی اینکه ما بخوایم روی چیزی که هنوز مشخص نیست جز یک برگ 2 صفحه‌ای که تقریبا هیچ چیزی درش نیست و دولت کره شمالی هنوز هیچ امتیازی داده نداده، هیچ در واقع مشخص نیست که چجوری میخواد راستی آزمایی بشه، چجوری میخواد محلهای مخفی دولت کره شناسایی بشه، چجوری میخواد تحقیق بشه راجع به اونها، چیزایی که واقعا در ارتباط با ایران قبلا صورت گرفته، یعنی در واقع مکانیزم مشخص برای راستی آزمایی هست، مکانیزم مشخص برای در واقع برخورد با ایران هست و جدای از اونها میتونم بگم خدمتتون که کاملا مشخص محلهای که درش آزمایشات صورت میگیره، محلهایی که درش غنی‌سازی صورت میگیره، همه اینها مشخصه. در ارتباط با کره شمالی لااقل اون چیزی که فعلا بیرون اومده چی مشخص نیست، هیچ توافقی هم راجع به جزئیات نشده، بنابراین نمیشه راجع به این مسئله در با صراحت و صحبت کرد، چون همه چیزش نامشخصه. عرض کنم خدمتون که میتونه عملا این مسئله به جای حساسی برسه، ولی باید توجه داشته باشیم که اصولا در این رابطه آری شدن شبه جزیره کره از سلاح‌های اتمی به نوعی موفقیت بزرگ برای دولت کره شمالی است، بخاطر که دولت کره شمالی داره 1 میلیون نیروی نظامی است و به لحاظ نظامی و به لحاظ در نیروهای منسجمی که داره تفوق داره بر کره جنوبی. این مسئله است که مثل روز روشنه. اتفاقا حضور نیروهای آمریکایی در اونجا به خاطر پر کردن این خلا هم هست. پس موارد مختلف هست، بایست اینا بعدا مشخص بشه، توافقات بر چه زمینه است، توافقات کجا هست، کجا کره شمالی عقب نشینی کرده، کجا در واقع دستاوردهای دولت ترامپ هست، هنوز چیزی مشخص نیست. در ارتباط با نظام اسلامی باید خدمتتون بگم که دولت ترامپ به دنبال تغییر نظام اسلامی نیست، لااقل تا کنون نیستش. به نظر من ترامپ یک رئیس جمهوری است که بیش از هر رئیس جمهور دیگری در تاریخ امریکا به شعارهای انتخاباتیش پایبند مونده، صرف نظر از اینکه ما به شعارهای او باور داشته باشیم یا نداشته باشیم. به نظر من ترامپ از روز اول به دنبال عملی کردن شعارهاش رفته، حالا اگر در جاهایی با موانعی روبرو شده اون یه بحث دیگری است، ولی تعهد خودش رو برای اجرای اون شعارها نشون داده، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی. و میدونیم که ترامپ در دوران جنگ ایران و عراق
در دوران جنگ امریکا با عراق و افغانستان میدونید ترامپ جزء مخالفین جنگ بود و در این رابطه فعالیت میکرد و در دوران کمپین انتخاباتیش هم به صراحت مخالفت کرده با جنگ و حتی بعد از به قدرت رسیدنش هم تاکید کرد که وظیفه دولت امریکا تغییر رژیم ها نیست و گفت این سیاست عوض شده. اینا چیزاییست که ترامپ گفته. به نظر من ما نمیتونیم به قول معروف تمایلات خودمون رو به جای اون چی که ترامپ میخواد انجام بده یا امکان داره انجام بده بگذاریم و اگر ممکنه این سیاست عوض بشه. ببینید سیاست یه چیزی نیست که همیشه ثابت باشه، نه، سیاست بسیار بسیار سیاله. میدونیم امریکایی ها به هیچ وجه نمیخواستن در جنگ جهانی دوم شرکت کنن، اما به سمتی رفتن بعد از بمباران پل هاربر، بعد از اینکه نیروهای ژاپنی به اونجا حمله کردن در جنگ شرکت کردن. بنابراین میتونه همه چیز عوض بشه، میتونه سیاست امریکا هم تغییر بشه. بسیار خوب جناب مصداقی، من همین سوال را از آقای زمانی میپرسم. در ضمن شما هم اخیراً در مجلس اروپا بودید و یک کمپینی برای شرایط اسفناک حقوق بشر در ایران اونجا کردید. اگر ممکن است این دو مسئله رو با هم دیگه ترکیب کنید و به مدت 5 دقیقه برای ما مطرح کنید، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. آره، منم به سهم خودم درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان تلویزیون مانی و همچنین مهمانان عزیز. مباحثی که امروز مطرح است در مورد کره شمالی و سیاست‌های امریکا اساساً یک پلتفرمی بود از دهه 1970 تحت عنوان مقابله با اشاعه هسته‌ای بود که در خصوص خیلی از کشورها مثل آرژانتین، اوکراین، برزیل، آفریقای جنوبی بود، سوئد بود و خیلی از کشورها که تقریبا تقابلی باشه با مسئله اشاعه هسته‌ای که کره شمالی هم در همین مسئله بود. اما در دوران کلینتون هم ما شاهد هستیم که مذاکراتی با کره شمالی ایجاد شد اما اون توافقات به نتیجه نرسید. سیاستی که امروز دولت امریکا نهادینه کرده، من بارها هم گفتم بحث یک شخص در سیاست گذاری امریکا نیست، بحث آقای ترامپ نیست، بحث سیاست کلان امریکاست که در قالب یک سیستم و سیاست‌های بین‌المللشون داره ترسیم میشه. در نتیجه اهمال فشار دولت آقای ترامپ به کره شمالی از طریق تحریم‌های بسیار زیادی که انجام شد، ما یادمون نره که تحریم‌های جدید با پیشنهاد امریکا در سازمان ملل در شورای امنیت هر 5 کشوری که حتی حق وتو داشتن رأی دادن که جلوگیری بکنن از سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره، چون به نفع تمام کشورها هستش در اون منطقه، از جمله خود چین که به هر حال جز یکی از رقبای سیاسی، استراتژیک و ژئوپلیتیک امریکاست. اما ما یادمون نره که امروز سلاح هسته‌ای، چیزی که آقای مصداقی گفتن که میتونه به عنوان یک قدرت تلقی بشه، به اعتقاد من قدرت تلقی نمیشه. شما در کمونیست سابق در شوروی دیدید که با این همه بمب‌های اتم هم که داشتن و در اختیار داشتن، اما عملاً به فروپاشی رسیدن. کره شمالی امروز، مردم کره شمالی شرایط بسیار سختی دارن. حتی تصاویری منتشر شد که بعضی از شهروندان کره شمالی به علفخواری روی آوردن. یعنی این افتخار در دنیای امروز نیست که من بمب اتم دارم یا مثل جمهوری اسلامی، اما شرایط داخل چنان من بسته بذارم که مردم من در شرایط بسیار بدی باشن. برخلاف اون، شما در کره جنوبی میبینید که تعاملات بسیار خوبی با جامعه جهانی داره و امروز شما رشد کره جنوبی رو نگاه بکنید و کره شمالی رو نگاه کنید. در نتیجه سلاح هسته‌ای و بمب اتمی به اعتقاد من نمیتونه به عنوان یک اهرم یا یک تهدید امروز در دنیای امروز ما بهش نگاه بکنیم و از اون طرف مردم خودمون و حقوق مردمون نادیده بگیریم. در نتیجه ما نباید نقش کشوری مثل چین هم نادیده بگیریم. معادلات و معاملاتی که در پشت پرده بود کشور چین شده، مطمئن باشید که فشارهای بسیار زیادی از طریق چین وارد کره شمالی شده که مجددا وارد این مذاکره شدن.
اساساً خود کره شمالی مسئله خلع سلاح هسته‌ای رو در مقابل تمام دوربین ها امضا کرده. این دستاورد کمی برای سیاست امریکا و دیپلماسی امریکا که دنبال آرامش و صلح و ثبات در منطقه کره شمالی هستن نیست واقعا، و این بسیار بسیار خوب هست. همونطوری هم که قبلا خیلی از تحلیلگران میگفتن که ما وارد جنگ جهانی داریم میشیم، دولت جدید امریکا یک دولت جنگ طلب هست، نمیدونم سلطه طلب هست، ولی امروز ما دیدیم با این روندی که دیپلماسی امریکا داره کار میکنه اساسا شبه جزیره کره رو داره به طرف یک صلح و ثبات میبره. اینکه در آینده به چه نتیجه‌ای برسه، به اعتقاد من کره شمالی تن خواهد داد به خلع سلاح هسته‌ای، اما در نتیجه تضمین امنیتی هم خواهد گرفت از امریکا. به هر حال دنیای سیاست دنیای معامله است و شرط و شروط هایی به هم خواهند گذاشت که اینها بتونن در کنار هم انجام بدن. مسئله هم که در مورد کنفرانسی که شما فرمودین که آقای تونی کلام بودن، آقای مارک اوت بود که اینها فرستاده بیش بلژیک بودن، آقای کلام که از حزب مردم اروپا شرکت داشت، آقای سوران که نماینده فرانسه در کمیته امنیت و ثبات اتحادیه اروپا بود، آقای کوهن بودن که عضو کمیته دفاع و امنیت پیمان ناتو بودن در اتحادیه اروپا که از ما هم دعوت شده بود، و اتفاقا مسائل هسته‌ای ایران، مسائل بعد از برجام و توافقی رو که امروز امریکا ازش رفته بیرون، بخشی از این مهمانان و حضاری که اونجا بودن موافق این مسئله بودن که تداوم فشارها و تحریم‌ها باید به جمهوری اسلامی بیشتر بشه. مباحثی هم که ما مطرح کردیم از طرف طیف اپوزیسیون این بودش که همین مسائلی که امروز وجود داره، یعنی تحریم سپاه، تحریم جمهوری اسلامی و فشار به جمهوری اسلامی، میتونه اینها رو مجدداً به میز مذاکره برگردونه. و همینجوری هم که آقای پرچیزادی گفتن، امروز جامعه ایران دچار یک نابسامانی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رسیده. عملاً جمهوری اسلامی به یک فروپاشی رسیده. هیچ راهکار اساسی برای خروج از این بحران داخلی و بین‌المللی ندارن و به اعتقاد من جمهوری اسلامی مجدداً نرمش ایجاد خواهد کرد و امتیازات بسیاری رو به جامعه جهانی خواهد. بسیار عالی جناب آقای زمانی، پس بحث شما رو هم گوش کردیم. دوستان اشاره کردن به شیوهی که این تحریم ها مقرر می شود. ببینید در وزارت خزانه‌داری امریکا یه دفتر یا یک آفیسی هست به نام Office of Foreign Assets Control یا OFAC گفته می شود که این نهاد تصمیم می گیره که دارایی های کشورهای مختلف رو چطور بررسی کنه و در صورت لزوم اونها رو تحریم کنه. ایران هم اولین کشوری نیست که در این دفتر مورد تحریم قرار گرفته، کشورهای دیگری بودن و هستند. اشرت یکی از حوزه های تحریمی که امروز خیلی ممکنه پیش بیاد مسئله نه تنها تسلیحات و صنعت و غیره هست، بلکه مسئله ارز و مسائل بانکی هم اینجا مطرح هست که به نظر میرسد خیلی مهم است. یک نکته دیگری هم که شاید با مسئله فوتبال امروز در سطح جهانی مربوط باشد، حتی یکی از بنگاه های مهم ورزشی یا شرکت های بزرگ ورزشی به نام نایک هم کفش خودش رو به حکومت اسلامی در تحریم گذاشت. یعنی این مسئله هست که الان بازیکنان ایران نمیتونن با کفش نایک بازی کنن و مجبور شدن کفش های دیگر رو از جاهای دیگه تهیه کنن. این میتونه این تصور رو به وجود بیاره که شاید دنبالی چنین برنامه‌ای منجر به یک نوع تحریم ورزش حکومت اسلامی در صحنه‌های جهانی شود، همون چیزی که در زمان آپارتاید هم به وقوع پیوست. از این نظر من یک نکته دیگری هم که دوستان گفتن، من دوباره برمیگردم به مسئله فوتبال. مسئله ارزش پول بود که روز به روز بیشتر سقوط میکند و یکی از بحران‌هایی است که آقای زمانی اشاره کردن. به درستی در 8 ماه گذشته 80% پول ایران نزول کرده و این بیشتر نشان دهنده در واقع رشد فقر عمومی در جامعه است که میتواند
در واقع بحران اقتصادی را تا سقوط حکومت اسلامی به نتیجه برساند، چیزی که توسط خود مردم صورت خواهد گرفت. اما برگردیم به مسئله فوتبال. من از آقای رضا پرچیزاده سوال میکنم، نظر شما اصولا در مورد نایک تیم فوتبال ایران یا جمهوری اسلامی در مسکو چگونه هست؟ چه انعکاسی در جامعه ایران داره؟ چگونه مردم ایران به این مسائل برخورد میکنن؟ آیا این در کل به نفع جنبش است یا به نفع افتخارات تازهی برای حکومت اسلامی خواهد بود؟ میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. اجازه میخوام با یک مقدمه کوتاه و یکم غیر مستقیم پاسخ سوال شما را بدم. قبل از اینکه برنامه شروع بشه من خدمت شما گفتم یک مقاله نوشتم درباره فوتبال، اتفاقا توش از آقای ایرج مصداقی هم نقل قول کردم. بعد نیست راجع به فوتبال امروز حرف بزنیم. ببینید، ما هر دو مخالفان رژیم جمهوری اسلامی هستیم، شاید از طیف‌های متفاوت با تفکرات متفاوت، ولی در مورد فوتبال با هم عقیده ایم و علاقه داریم که میریم منابع مثلا 50 سال پیش 40 سال پیش رو در میاریم یا از خاطراتمون میاریم نقل میکنیم مینویسیم. میخوام بگم فوتبال یک پدیده‌ای که در جامعه ایران به شدت تأثیر گذاره، فراتر از مسئله ورزشه، یک پدیده فرهنگیه و بعضن سیاسی. و جمهوری اسلامی با آگاهی از این علاقه عمومی به فوتبال در ایران که شاید مثلا نمونهش ما فقط توی برزیل یا تو ایتالیا و انگلیس و اینجور جاها ببینیم، همه فوتبالیان یه جورایی و تب فوتبال میگیرتشون، جمهوری اسلامی سعی کرده از این سوء استفاده سیاسی بکنه. و من یادمه از وقتی که چشم به این دنیا باز کردم، خب من بعد انقلاب به دنیا آمدم، یعنی من بدترین سالهای فوتبال ایران رو به چشم دیدم، خودم زنده بودم اون موقع. همیشه سعی میکرد از فوتبال به عنوان ابزار در حقیقت تبلیغ سیاسی استفاده کنه. ایران با اعراب بازی داشت، این فوش به اعراب میدادن. مثلا یه بار تو جام جهانی با آمریکا بازی کردن، خیلی بازی ورزشی قشنگی هم بود، آقای خامنه ای و رژیم اینو تبدیل کردن به مشت کوبنده بر دهان استکبار. ببینید، وقتی که از تیمای ورزشی چنین استفاده سیاسی میشه، مثل در دوران کمونیستی و بلوک شرق سابق که تیمای ورزشی رو اینا بیشتر تبدیل میکردن به ابزار کوبیدن غرب و لیبرالیسم و کاپیتالیسم و اینا، خب طبیعیه که یک جایی به هر حال جامعه جهانی واکنش نشون میده. الان که شرکت نایکی کفش دیگه بهشون نداده یا بعضی شرکت‌های دیگه بعضی چیزهای دیگر رو ندادن، این واکنشیه به همون بسیار سیاسی کردن امر ورزشی توسط رژیم جمهوری اسلامی. و من این رو میبینم که در آینده این تحریم‌ها شدیدتر باشه. یعنی اگر رژیم جمهوری اسلامی دوام بیاره و همین رفتارها ادامه پیدا بکنه، ممکن است تیم‌های ورزشی ایرانی مثل همون که خودتون گفتی دوره آپارتاید آفریقای جنوبی اصلا دچار محرومیت بشن و دیگه بهشون اجازه ندن در تورنمنت‌ها و رقابت‌های بین‌المللی شرکت بکنن. حالا اینم کوتاهش بکنم، بند فوتبالی هم آقای مصداقی فوتبالی شما را نمیدانم دقیقا، خیلی های دیگه هم فوتبالی هم. میخوام بگم اگر ما برامون سخته کلن فوتبال رو تحریم کنیم، ولی لااقل وقتی فوتبالی هستیم تو خط رژیم بازی نکنیم. اگه بخوایم از نمیدونم برنده شدن تیم ملی خوشحال باشیم یا تو فوتبال تو محیط فضای فوتبالی باشیم، لااقل اینو به ابزار براندازی تبدیلش بکنیم یا به ابزار اعتراض تبدیل کنیم. نریم پرچم خرچنگ نشان رو پشتمون بندازیم، بی حجاب هم باشیم، یا حالت در هم ریختگی فرهنگی داره. عذر میخوام طولانی شد، در خدمتتون هستم. بسیار خوب. آقای مصداقی، من به خاطر دارم از شما، من مقاله‌ای چند سال پیش در مورد فوتبال خوندم، حتی زمانی که در زندان بودید هم گویا این مقالات رو تهیه می کردید یا مباحثی بود از فوتبال که در با هم مندان خود مطرح می کردید. بیاد ندارم که شما هم در مورد ورزش، در مورد هنر مطالب زیادی نوشتید. نظر شما، منسجم شما در این مورد چیست؟ آیا همینطوری که آقای رضا پرچیزاده گفتن باید از فوتبال یا اصولا هنر ورزش برای مسائل، برای معضل‌های اصلی جامعه استفاده کرد، یا اونا رو به اختیار همون رژیم بذاریم که استفاده تبلیغاتی ببره مثل تمام رژیم‌های توتالیتر؟ بفرمایید.
ببینید خب طبیعیه در واقع ما نبایستی صحنه رو برای رژیم خالی بکنیم. رژیم جمهوری اسلامی از خیلی چیزا استفاده میکنه، دلیل نمیشه که ما در مقابله با اون برخیزیم. چرا که اگه بخواید با مقابله با اون برخیزید، در واقع در مقابل مردمتون ایستادید. شما نمیتونید مردم رو بخواید ازشون که علاقه به فوتبال نداشته باشن، علاقه به تیم ملی فوتبالشون نداشته باشن، یا علاقه به ورزشکارانشون نداشته باشن. طبیعی است در همه جوامع شما برید، مردم به ورزشکاران علاقمندن، مردم به سلبریتی ها علاقمندن، مردم به هنرمندان علاقمندن. در واقع وقتی که شما در مقابل خواست عمومی قرار میگیرید، به نوعی اونها رو متعلق به اون رژیم معرفی میکنید و در واقع این به نوعی در خدمت رژیم قرار میگیره. من یه مورد این خدمتتون میگم، ببینید آحاد مردم، اون صف‌بندی و اون به قول معروف نگاهی که من به مسائل دارم، یا اون حساسیتی که من شخصا به پرچم رژیم اسلامی دارم یا به خیلی از مسائل دارم، آحاد مردم ندارن. مردم دنیا رو اینگونه نمیبینن، مردم عادی به این ترتیب به مسائل برخورد نمیکنن، اساسا براشون بیگانه است. به خیلی از اونها بگی میگه فرقش چیه و اساسا نمیخواد وارد این موضوع بشه. باز کردن پنجره های فرعی در واقع عملا دست ما رو میبنده. اتفاقا چه بهتر که مردم با پرچم شیر خورشید برن، چه بهتر که مردم با در واقع با علائم و نشانه های علیه رژیم برن، چه بهتر که مردم برن اونجا و با همونطور که میبینید حتی فیفا آزاد کرده، میدونید که فیفا آزاد کرده شعار دادن ایرانیان یا بردن پلاکارد برای حضور زنان یا اعتراض نسبت به ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی در ایران. این کاری است که در واقع فیفا علی در واقع فقط و فقط در ارتباط با ایران انجام میده و در جامعه جهانی فقط در ارتباط با ایران این امکان رو فراهم کرده که این کار صورت بگیره. این یک مسئله است. ببینید اتفاقا من در ارتباط با مسئله اقدام نایک باید بهتون توضیح بدم که اولا من شدیداً مخالف این مسئله هستم، به خاطر اینکه این مشروعیت خود تحریم‌ها رو زیر سوال می‌بره و عملاً این مردم رو در مقابل تحریم‌ها قرار میده و عملاً در خدمت نظام اسلامی است. به خاطر اینکه وقتی ورزشکاران ایرانی یک موضوع بسیار بسیار ساده، استفاده از یه کفش ورزشی یا پیرهن ورزشی برای ایرانی‌ها، برای ورزش‌های ورزشکاران ایرانی ممنوع بشه، این به نوعی تحقیر مردم ایرانه، این به نوعی تحقیر ملت ایرانه. کسانی که چنین دستوراتی میدن، کسانی که پشت این داستان ها هستن، نه ذهنیت ایرانی رو میشناسن، نه حساسیت ها رو میشناسن و دقیقاً در خدمت نظام اسلامی قرار میگیرن. یک منتها موضوع در این حد هم نیست. نایک خودش اطلاعیه داده و راجع به این توضیح داده و تاکید کرده که اولا به خاطر مشکلات قوانینی که در امریکا وجود داره نمیتونه این کار رو بکنه. یک دو، ورزشکاران ایرانی که در خارج از ایران به ورزش مشغول هستن، اونها مشمول این ممنوعیت نمیشن. خرید لباس ورزشی و کفش ورزشی نایک آزاده، نایک نمیتونه اسپانسرینگ تیم ملی فوتبال ایران رو داشته باشه. این چیزی است که در اطلاعیه نایک منتشر شده و توضیح داده نایک راجبه. و مورد دیگه خدمتتون عرض کنم، ببینید به نظر من میتونم با قاطعیت بگم هیچ تحریم علیه ورزش ایران و فوتبال ایران در چشم انداز نیست. یک جا هست، اونم به خاطر سیاست‌های خود نظام اسلامی است. ببینید به نظر من جامعه جهانی تا حالا با نظام اسلامی مماشات کرده، به خصوص در زمینه ورزشی، به خصوص در زمینه فوتبال. ببینید اجازه ندادن به حضور زنان در استادیوم ها برخلاف قوانینه، استفاده های سیاسی که رژیم از استادیوم های ورزشی میکنه برخلاف قوانین فیفاست. فیفا اگر بخواد بر اساس قوانینش حرکت بکنه، قطعا باید فدراسیون فوتبال ایران رو تعلیق بکنه. این یک. حضور در واقع دولت در فدراسیون فوتبال و در واقع در سیاست‌های فوتبالی بر خلاف قوانین فیفا است و اگر بخوان اقدام کنن قطعاً میتونن این کار رو بکنن و تا رو نکردن. جایی که ممکنه ایران فقط با تحریم مواجه بشه و خطر جدی هم براش وجود داره، مسئله شرکت در میادین کشتی هست و ورزش‌های در واقع رزمی که در هم صحنه جهانی هست هم در صحنه المپیک هست. به خصوص کمیته ملی المپیک و فیلا تا
تا اینجا به شدت موضوع رو دارن دنبال میکنن. اولین مسابقات جهانی که نظام اسلامی مجبور بکنه ورزشکاران ایرانی رو برای کشتی نگرفتن یا مقابله نکردن با ورزشکاران اسرائیلی، مطمئنن با محرومیت های سنگین مواجه خواهند شد و حتی میتونه تا محرومیت از المپیک هم پیش بره. این چیزیست که ممکنه اتفاق بیفته در ارتباط با المپیک و در ارتباط با ورزش کشتی و ورزش های رزمی که ما در صحنه جهانی با اسرائیلی ها ممکنه روبرو بشیم. این مسئله هستش. مسئله بعدی من یه فقط توضیح رو خدمتتون بدم و اونم اینه که اولا برخلاف اون چیزی که آقای زمانی گفتن، بنده اعتقادی ندارم به این که سلاح اتمی قدرت این چیزیست که ایشون خودشون برداشت کردن، حرف من اصلا نبوده. مضافم بر این که این رو خدمتتون عرض کنم، بنده تاکید کردم مشخص نیست خلع سلاح هسته‌ای لزوما خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره و نپرداختن به ارتش 1 میلیون نفری کره شمالی در واقع دست کره شمالی رو باز میذاره. بنده این رو عرض کردم خدمتون و برای همین گفتم باید راجع به این موضوعات وقتی که مذاکرات مشخص شد و معین شد راجع به اینها صحبت بشه، وگرنه همینطوری نمیشه صحبت. بسیار خوب آقای مصداقی. بسیار عالی آقای مصداقی. ما یه بحث طولانی تری داریم در مورد همین مسئله کره که البته باید بهش برسیم، ولی مسئله اروپا هست که آقای زمانی هم در مجلس اونجا بودند و میدونیم که اروپا کماکان راههایی پیدا میکنه که این برجام رو تا حد امکان به تعویق بندازه یا ازش بتونه یه جاهایی سوء استفاده کنه و در واقع اقلام خودش رو از ایران وارد کنه یا صادر کنه. بعد از برجام، یعنی برجامی که در 2015 منعقد شد، اروپا میزان مباتلات خودش رو با ایران خیلی ترقی داد، یعنی از 1.8 به 2، به میزان 3، مقداری که الان تو ذهنم نیست رسون، یعنی هر کدوم بسیار تقریبا 2 برابر از دوران قبل با 3.5 میلیون بشکه در روز که ایران تولید میکرد، بیشترین قسمت نفت اروپا در واقع از این تولید به وجود میامد. حالا این طبیعتا براش سخته که یک باره بخواد مثلا با مسئله تحریم ناگهانی با اونا فرصتی تا برج نوامبر که البته آقای پرچیزاده میگه به اون موقع ما نمیرسیم، امیدواریم که نرسیم، ولی خب برای همین منظور هست که شاید این خانم فدریکا موگرینی حجاب اسلامی میزنه و میره خلاص سوچرانی میکنه با این ملاها تا یک جورایی شاید بتونن این مسائل رو فعلا کش بدن. مقامات حکومت اسلامی هم از این فرصت میخوان استفاده کنن، حتی مقدور تا اونجا که میتونن ملاها از خود آقای مصداقی من یاد که منبعی دیگه شنیدم که میلیون دارن از مرز سلیمانی و از مرز ترکیه و جاهای دیگه پول صادر میکنن که تا به مرحله نوامبر شاید بتونن این پولا را یه جای جاسازی کنن، خودشون هم در برن دنبال همین پولا یه جای زندگی خودشون رو به صورت واقعا فاجعه آمیز ادامه بدن. حالا کمیسیون اروپا تلاش میکند که مبادلات بانکی را کماکان یک نحوی حفظ کند و این تمام مشکلی است که الان با امریکا داره و باید تا نوامبر این مسئله وضعیت خودش رو روشن کنه. ببینید واردات اروپا از معادلات مناسبات اروپا با ایران به خوب فکر کنم به 9 میلیارد نرسه، در صورتی که بیش از 435 میلیارد مبادله داره با امریکا. متأخر خب مبادلات که با ایران داره خیلی برایش چربترن، یعنی با قیمت بسیار مناسبتری به دست میاره به دلیل فسادی که در حکومت اسلامی وجود داره. حالا من این سوالو از آقای زمانی میپرسم، شما که در مجلس اروپا هم بودید و مسلماً این مسئله نفت و مماشاتی که به این دلیل گفتم که
دوست ما خانم مقیمری محجبه میشه و اونجا این خانم مقیمری الان اونجا چی میگه؟ حرف حسابیش چیه؟ ایشون که با مایه دو تیکه در سواحل ایتالیا شروع میکنن، چگونه یه دفعه تبدیل میشه به حاجی مقیمری با حجاب و میره ایران؟ چه چیزی باید انگیزه واقعا مهمی باشه که پارلمان اروپا با تمام اعتبار دموکراتیک و بشری که داره این ننگو بپذیره؟ میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. بله، من خیلی کوتاه فقط توضیح بدم که ببینید آقای رشیدیان، مسئله‌ای که وجود داشت در سیستم گلوبالیسم جهانی که در دوران آقای اوباما هم بود، در از خود اتحادیه اروپا به نوعی اینا به دنبال سازش با جمهوری اسلامی بودن برای منافع خودشون. ولی مسئله‌ای که امروز در استراتژی جدید امریکا مطرح هست، دقیقاً سیاست‌گذاری‌ها متفاوت هست در تقابل با جمهوری اسلامی. اگر حتی ما در همین کنفرانسی که شرکت کردیم در اتحادیه اروپا و بحث کره شمالی و جمهوری اسلامی مطرح شد در سوالات، این بودش که ببینید کره شمالی اگر سلاح هسته‌ای هم داره، هیچ زمانی به دنبال صدور انقلاب یا دخالت در امور کشورهای دیگه مثل جمهوری اسلامی نبوده. جمهوری اسلامی بعد از برجام با پولهایی که برها توافقی که با دولت امریکا ایجاد شد و خود آقای اوباما هم به دنبال این بود، اساساً ما میبینیم که این پولها به جای اینکه صرف مردم ایران بشه در توسعه مردم ایران در عرصه‌های مختلف، صرف جنگ طلبی و جنگ‌های نیابتی در منطقه شده. خود اروپایی‌ها بخششون که در این جلسه بودن واقف بودن که مسئله امروز ایران برای ما بحث حمایت از تروریسم منطقه‌ای هست. پس چرا خانم فدریکا مقیمری کماکان صحبتی از مسائل حقوق بشر یا مسائل موشکی ایران یا اینطور مسائل نمی کنه و با کمال پررویی محجبه میشه و خانم مقیمری که در اروپا امروزی از خانم جوانی هست بکنم بوده 40 سال بیشتر نداره، ولی در ایران با محجبه میره؟ دلیلش چیه؟ اینو شما ازشون نمی پرسید در مجلس؟ اصلی بحث منافع است. ببینید تمام کشورهای بین المللی، هر کشوری که نمیخواد باشه، به لحاظ مسائل استراتژیک و ژئوپلیتیک، مسئله انرژی، مسئله نفوذش در کشورهای دنیا، به هر حال این رقابت ها هستش. اتحادیه اروپا هم بحثی که شما مطرح کردید، روی هم رفته مجموعا 25 میلیارد یورو تبادلات تجاری با ایران داره، اما با شرایطی که امروز ما در فضای اتحادیه اروپا میبینیم، شرکت‌های اروپایی به دلیل یه مسائلی هم که مطرح کردن دوستان عزیز، این که اتحادیه اروپا به لحاظ امنیتی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ نظامی، هنوز که هنوز بعد از اون طرح مارشال وابستگی به دولت امریکا داره. در نهایتا مسائلی که امروز با امریکا وجود داره، خود اتحادیه اروپا که بالغ بر بالای 400 میلیارد یورو تبادلات تجاریشون با امریکا هست، هیچ زمانی شرکت‌ها و کمپانی‌هایی که در سطح اتحادیه اروپا هستند، حالا چه می‌خواد در صنعت خودرو باشن، چه می‌خوان شرکت‌های نفتی و کمپانی‌های دیگری باشن، چه محصولات دیگه، فرقی نمی‌کنه، هیچ زمانی این شرکت‌ها نمیان منافع خودشون رو به خاطر جمهوری اسلامی بیان در تقابل با امریکا و وارد یک جنگ تجاری بشن. مسئله‌ای که در مورد خانم مقیمری شما مطرح می‌کنید، ببینید آقای رشیدیان، این هنوز یک تفکر چپ، گرایش فراکسیون چپ اتحادیه اروپا است که خانم مقیمری این مسئله رو نمایندگی میکنه و تا اونجایی هم که ما در تاریخ این 40 ساله جمهوری اسلامی داریم نگاه میکنیم، برخی از چپهای ما، چه از طیف خود ایرانیان ما و طیفهایی مثل کاسمی در اتحادیه اروپا یا حتی در امریکا، همیشه پارتنرهای اسلامیست ها بودن و با این شعار که ما در تقابل با امپریالیسم هستیم. یعنی اینا هنوز در دهه 30 و 40 فریز شدن و به این دلیل هستش که بخشی از این سیاست ها رو شما باید از این جنبه نگاه کنید. اما مسئله مهمی که امروز وجود داره اینه که خود
سیاست مدارهای اتحادی اروپا و حتی کشورهای مثل لهستان، مثل اتریش و خیلی از کشورهای دیگه، دیگه با اون سیاست اتحادی اروپا همکاری نمی کنن. یعنی در جهت سیاستهای امریکا دارن پیش میرن. شما اصلا اون قراردادی هم که در مورد کوبا اتحادی اروپا میخواست اهمال بکنه که ما از اون قانون میتونیم استفاده بکنیم در تقابل با جمهوری اسلامی و ما بیایم ساپورت بکنیم از طریق بانک هامون جمهوری اسلامی رو، این زمانی الزام آور هستش در اتحادی اروپا که تمام اعضای اتحادی اروپا رأی مثبت بدن به این قانون. عملا این اختلاف در اتحادی اروپا در بین کشورها وجود داره، این به هیچ نتیجه نخواهد رسید و به اعتقاد من اتحادیه اروپا هیچ راهی نداره که تابع سیاست‌های جدید امریکا باشه و این تحریم‌ها تداوم بسیار شدیدی خواهد داشت. و مسئله هم که آقای مصداقی مطرح کردن که برخی از این تحریم‌ها تحقیر مردم ایران هست، من هم به این مسئله واقف هستم، ولی امروز تنها کسی که و سیاستمدارها و حکومتی که امروز باعث تغییر مردم ایران شده فقط جمهوری اسلامی ایران هست. ما امروز هیچ کشوری رو، حتی امریکا و اسرائیل و کشورهای عرب رو، نمیتونیم متهم بکنیم که چرا سیاستهاشون در تقابل با ایران و جامعه‌ای مثل با فرهنگ ایران اینطوری هستش. ما امروز یک نماینده داریم که در اصل نماینده واقعی مردم ایران نیست، به نام جمهوری اسلامی. تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، تداوم این تحریم ها، تحقیر ها در سطح جامعه بین المللی ادامه خواهد داشت. و امروز به قول آقای فرانتیسکو، اگر جمهوری اسلامی هم بخواد در این بحران ها به عمر خودش ادامه بده، به اعتقاد من چنین مسئله رو نمیتونه انجام بده. خود آقای فرانتیسکو هم به عنوان یک جامعه شناس معتقد بودش که آلترناتیو اون حکومت باید ایجاد بشه. امروز وظیفه اپوزیسیون ما هستش که با اتحاد و همدلی که امروز داره به وجود میاد و حتی کنفرانسی هم پیش رو ما در کل در قالب شورای دموکراسی خانه ایران داره برگزار میشه و از تمام اپوزیسیون داره دعوت میشه، ما باید بتونیم از این فرصتی که به وجود اومد، من کاری به سیاست‌های دولت امریکا در حوزه داخلیش با چین و کشورهای دیگه فعلا ندارم، اما در حوزه ایران به اعتقاد من و جبهه دموکراتیک ما از این فرصت که اهمال فشار زیادی به جمهوری اسلامی هست، تداوم تحریم هایی که امروز هست، دست جمهوری اسلامی رو که امروز دارن از منطقه کوتاه میکنن و اون خواسته هایی که آقای پومپیو وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرده که این 12 خواسته ما که خروج جمهوری اسلامی از منطقه است، عدم حمایت از تروریسم هست، به رسمیت شناختن حقوق مردم ایران هست، بحث نقض حقوق بشر هست، من مطمئنم اگر جمهوری اسلامی هر کدوم از اینها رو بخواد اعمال بکنه، عملا چیز دیگه از جمهوری اسلامی نخواهد موند. در حالی امروز جمهوری اسلامی سر یک دورایی مونده که اگر بخواد وارد توافقات جدید با امریکا بشه، عملا شکست خورده خواهد بود و به عقب رونده خواهد شد و در واقع در یک بازی باخت باخت قرار داره. بله، حکومت اسلامی و سرنوشت ما تقابلی با جامعه جهانی داشته باشه مشخص در هستش. بسیار خوب، صحبت شد در مورد کره شمالی، چون یک مورد بحث هم ما هست. آقای مصداقی و آقای پرچیزاده در این زمینه صحبت کردن، گفتن که یک کشوری هست که 1,000,000 سرباز داره، البته چندین میلیون هم زیر پرچم آماده باش داره، با اینکه یک جمعیت بیشتر از 26,000,000 هم نداره. ولی خب کره شمالی اولین کشوری بود که در واقع در خیلی زودتر از ایران شروع به خواسته های بمب اتمی کرد، یعنی فکر کنم در 2003 از NPT خارج شد و در 2006 اولین بمب اتمی خود را هم آزمایش کرد و بعد از اون هم مرتب با جامعه جهانی بخصوص با همسایگان نزدیکش مانند کره و ژاپن درگیر بود و تا بالاخره در 2017 اتفاقی افتاد به سمت مسابقات فوتبال المپیک. رایتی به وجود آورد که سرانجام به این بحث و گفتگو در مورد غیر اتمی کردن کره شمالی و کل اون منطقه شد.
حالا من سوالی که برام پیش میاد، خب ترامپ اونجا یک 180 درجه هم تغییر رأی داد، یعنی کسی که خیلی به خاندان کیم در واقع به عنوان یک خاندان جنایتکار، یک خاندانی که 100 هزار یا 200 هزار زندانی سیاسی دارن و با قول آقای عزیز مردم از گرسنگی حتی علف میخورن و غیره، همینطور که آقای زمانی هم گفتن، اینا واقعیاتیست که امروز ما همه میدانیم. ولی کماکان یک بار اومد گفت که این آقا آدم شوخی هست، اسمارت، فنی هست، he loves his people love him، یعنی چیزایی گفت که خیلی منطبق با توهماتی بود که شاید این تصور در ذهنیت ما وجود داشت یه روزی اینا رو هم برای خامنه‌ای بگه. نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا ممکن است که ترامپ هم یه روزی همین بیعت رو یاد با خامنه‌ای بکنه و از خامنه‌ای هم یک شخصیت اسطوره‌ای بسازه؟ آقای پرچیزاده میتونن شروع کنن، بفرمایید. بله، یه نکته که ما باید در نظر بگیریم، من اینو قبلا دو سه روز پیش خیلی کوتاه تو صدای آمریکا هم گفتم، اینجا شاید یکم باید بیشتر بشکافمش، که اصولا رویکرد امریکا به مسئله کره با مسئله جمهوری اسلامی متفاوته. ما اگه نگاه کنیم از اول راجع به کره شمالی هیچ کس راجع به حقوق بشر و دموکراسی و اینجور چیزا حرف نزد. آقای ترامپ چه تهدیدی کرد؟ گفت میزنیم داغونتون میکنیم. اصلا صحبت از حرکات داخلی و اینجور چیزا نبود. ببینید شرایط ایران خیلی فرق میکنه. از وقتی که دولت جدید آمریکا آمده سر کار، داره رو مردم ایران سرمایه‌گذاری معنوی و تبلیغاتی میکنه. در شرایطی که چنین کاری انجام میده، فردایی اگر بخوان به قول شما معامله‌ای بکنن، برای آقای ترامپ خیلی سخت خواهد بود و همینطور برای دولت آمریکا و اطرافیان ایشون که اصلا بخوان بیان بحث حقوق بشر رو جارو بکنن زیر قالی و بگن آقای خامنه‌ای مردمش رو دوست داره و مرد خوبیه. و این یه مسئله. یک چیز دیگه هم هستش که در باب کره شمالی من تا حدودی با آقای مستاقی موافقم که باید صبر کرد و دید، نمیشه از الان تصمیم گرفت. از طرف دیگه با آقای زمانی هم موافقم که قدم بزرگی بوده، به این علت که این بابا رو که خاندانش به امریکا ستیزی و اتم بازی مشهوره، بالاخره برداشت تو سنگاپور و بر پای میز و یه عکسی با هم گرفتن و یه روبوسی کردن و یه ناهاری خوردن، دو برگم امضا شده، خوبه، مثبته. ولی باید مکانیزم هایی در جا قرار بگیره که تعهدات این آقای راکتمن یا همین مرد موشکی را به اجرا بذاره. حالا این چیزها رو ما هنوز ندیده ایم، ولی من فکر میکنم که باید یه چنین چیزایی وجود داشته باشه و دولت آمریکا به مرور زمان اینها را رسانه‌ای بکنه. در باب ایران قضیه خیلی متفاوته. در باب ایران همونطور که آقای زبانی گفتن، یک حکومت آپوکالیپتیکی اونجا سر کاره که با تمام منطقه درگیره، با اروپا چنگ اندازی کرده، حتی این بازوهای اختاپوسیش به آمریکای شمالی هم رسیده، در کانادا، در ایالات متحده آمریکا. یعنی میدونید فقط کارش اینه پول بگیره خرج تروریست در سرتاسر دنیا بکنه. اینه که خیلی فرق میکنه با اون دولت کره شمالی که یه حکومت ایزوله است توی شبه جزیره کره، گهگداری موشکی از رو ژاپن میندازه تو اقیانوس آرام، گهگداری سئول رو تهدید میکنه، تا یه جمهوری اسلامی که علنا داره روز به روز موشک به اسرائیل و به عربستان و به این ور و اون ور میزنه. اینه که من خیلی فکر میکنم رویکرد متفاوته، ولی در نهایت اینم باید در نظر بگیریم در کره شمالی حرکت مردمی وجود نداره. من تا اونجایی که تحقیقم کردم خاص برای دموکراسی وجود نداره. ایران 40 ساله داره میجوشه و در غلیانه. اینه که حتی بر فرض محال، چون به هر حال منم یه چیزایی میبینم که فکر میکنم دولت آقای ترامپ قصد مصالحه با رژیم نداره در نهایت، ولی بگیم میخواد این کارم بکنه، با اون وضعیت خاورمیانه و با مردم ایران چه میخواد بکنه؟ این خیلی دشواره. این که میخوام بگم زیاد هم نگران نباشید. به نظر من این رژیم رفتنیست. حالا یا فردا میره یا نوام میره یا 4-5 ماه دیگه. در خدمتتون هستم. بسیار خوب. آقای مستقی، شما سخنان دوست ما رو گوش کردید، دوستان ما رو گوش کردید، تناقضی هم
در این سخنان با نظرات شما شاید وجود داشته باشه که شما میتونید مطرح کنید. البته این مسئله غیر اتمی کردن یا دنوکلرایزیشن که بهش میگن در همین لغت هایی که به کار میبرن قراره به گردن ژاپن و کره و کشورهای اطراف بیفته. یعنی اینا قراره این هزینه های طولانی مدت رو پرداخت کنن. امریکا اینجا در واقع زرنگی هم کرده. در ضمن یک نیروی عظیم 30,000 سرباز مجهز که نیم قرن اونجا تدارک دیدن، مرگ دیدن، تجارب همه نوع مبارزه و یک واحدهای ویژه هم دارن و در ضمن یک نیروی بزرگ دریایی و هوایی هم اونجا مستقر. اینا رو همه رو آزاد میکنن. کجا میبرن اینا رو آقای مصداقی؟ میارن تو حوزه خلیج فارس؟ نه خود در اختیار شماست، بفرمایید. نه فکر نمی کنم بیارن تو خلیج فارس. حالا ممکنه هر کاری بکنن، ولی بس اول از اون که این کار به سرعت صورت نمیگیره. این موضوع میتونه مدت ها طول بکشه. ما الان ازش خبری نداریم، نمیدونیم مثلا توافقات چی هست، به چه شکل هست، کجا هست. اینا رو حدسیات اصلا نمیشه بر اساس اینها تحلیل کرد، چون بالاخره تحلیل بر اساس داده ها صورت میگیره. بله، مسئله کره شمالی اساسا متفاوت از ایرانه. کره شمالی همه قدرتش در درون مرزهای خودشه و هیچ دستی در کشورهای دیگه نداره، برخلاف نظام اسلامی که عملا منطقه رو با بحران مواجه کرده. شما از فردای پیروزی انقلاب نگاه کنید، کشور ما در تمامی اقدامات تروریستی که در منطقه در بسیار از نقاط دنیا اتفاق افتاده سهیم بوده. شما اگر ملاحظه بکنید عملا تهدیداتی که این رژیم در سراسر دنیا بر علیه کشورها صورت داده، کشور ما رو به عنوان یک منبع تروریسم مشخص کرده. این فقط بحث امریکایی ها نیست، اروپایی ها هم در همین زمینه اتفاق نظر دارن. بحثی که مشخصا آقای پومپو مطرح میکنه تو اون 12 ماده‌ای که مطرح کرده پومپو، تقریبا میتونم بگم 8 اساسا به سیاست های توسعه طلبانه نظام اسلامی ربط داره که مطلقا ربطی به منافع ملی یا حاکمیت ملی نداره. عده‌ای میخوان این رو به نوعی فریبکارانه جلوه بدن که گویا امریکا داره در مسائل داخلی ایران یا اختلال ایجاد میکنه یا داره دخالت میکنه یا به نوعی داره حاکمیت ملی رو زیر سوال میبره، در صورتی که به هیچ وجه اینجوری نیست، برخلاف منافع ملی است. شما نگاه کنید موشک زدن به نمیدونم به عربستان کجای منافع ملیه؟ حمایت از حوثی‌ها کجای منافع ملیه؟ نمیدونم یا تلاش برای به قول خودشون انهدام اسرائیل کجای منافع ملی قرار داره؟ حمایت از حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و اینها، گروه های رنگارنگ در لبنان و در سرزمین های اشغالی، حتی چه ربطی به منافع ملی ایران داره؟ یا حتی دخالت در عراق، تسلیح حشد و شعبی یا سپاه قدس. اساسا سپاه قدس از اسمش مشخصه کارکرد اون خارج از مرزهای ایرانه. شما ملاحظه بکنید تفکیک جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی، خودشون میگن جمهوری اسلامی در کادر سازمان ملل، در کادر روابط بین المللی است و انقلاب اسلامی نه. اینا هر جا که گیر بکنن پشت جمهوری اسلامی از طریق انقلاب اسلامی عمل میکنن، درست مثل شرع و کلا شرعی میمونه. هر جا شرع نتونه پاسخ بده از طریق کلا شرعی مثلا رو حلش میکنن. بنابراین این موجود دوزیستی است نظام جمهوری اسلامی که میبایستی باهاش برخورد بشه و به نظر من اعمال فشار بهترین راه برای اینه که کشور ما عملا سایه جنگ از سرش دور بشه. ببینید ما با خطر مواجهیم، این خطر مسئولیتش با نظام اسلامی است، مسئولیتش نه با امریکاست، نه با اروپاست، نه با هیچ کس دیگه. اقدامات نابخردانه خامنه‌ای و سپاه پاسداران کشور ما رو در معرض حمله و خطر قرار میده. در 40 سال گذشته مردم ما هر روز که از خواب بلند میشن باید منتظر شنیدن اخبار ناگوار باشن. این مسئولیتش با رژیم اسلامی است. اما این باعث نمیشه اقدامات به نظر من احمقانه و ابلهانه دولت ترامپ رو که ریشه در دولت اوباما هم داشت، مبنی بر ممنوعیت ورود ایرانیان به امریکا رو ما تایید بکنیم یا پشت اینا بریم. این اقدام نابخردانه است. این اقدام نابخردانه است. اینا قبول مردم ایران ایستادنه. دوستان هر کدوم از شما 3 دقیقه وقت دارید برای یک جنبندی سریع. در ضمن این شایعه مذاکرات پنهانی بین رژیم و امریکا که گویا قرار شده رژیم از سوریه و لبنان و عراق حتی هم خارج بشه، این هم شایعش هست. دوستان میتونن هر کدوم 3 دقیقه بحث کنن. از آقای زمانی من شروع میکنم، بفرمایید.
بله، من صحبت پایانی رو میخوام اینجوری تموم بکنم که لطفاً 3 دقیقه کوتاه و چکیده و خلاصه بفرمایید. اینکه سیاست‌های کره جنوبی و کره شمالی ببخشید و ایران متفاوت هست و برخوردهای جامعه جهانی هم متفاوت خواهد بود. سیاست‌های جهانی به سمت و سوی اهمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی خواهد رفت. جمهوری اسلامی در یک دورایی بسیار شدید گرفتار شده، اگر به سوی تعامل با شرط و شروطهای جدید بخواد بره عملا ضعیف خواهد شد و عملا دیگه جمهوری اسلامی نیست، و اگرم بخواد تقابل بکنه فشارها بیشتر خواهد شد. در خصوص داخل ایران، الان جامعه ایران به یک نابسامانی بسیار شدیدی در عرصه‌های مختلف رسیده. به اعتقاد من جمهوری اسلامی به یک فروپاشی مستقیم و سقوط آزاد رسیده در عرصه‌های مختلف. نکته آخری هم که من میخوام تکرار بکنم اینه که دید اتحادیه اروپا با سفری که ما در اتحادیه اروپا داشتیم بسیار متفاوت هست. خیلی از کشورها در چارچوب سیاست‌های جدید امریکا به جمهوری اسلامی فشار خواهند آورد، خیلی از کمپانی‌ها دیگه تعامل با ایران نخواهند داشت و وارد جنگ تجاری با امریکا نخواهند شد. در نتیجه صحبت آخر من این هستش که وظیفه اپوزیسیون، وظیفه الیت در این شرایط بحرانی و شرایطی که امروز در ایران هست چیزی جز اتحاد بر اساس یک مانیفست مشترک نخواهد بود، و در شرایط فعلی اپوزیسیون ما، احزاب ما هم از این فرصت برای گذر از جمهوری اسلامی و رسیدن به دموکراسی باید تلاش بکنیم و از این پراکندگی که وجود داره. بسیار خوب آقای زمانی، بحث شما رو ما شنیدیم، در جمهوری اسلامی عبور بکنیم. سپاس. بسیار عالی، متشکر. آقای رضا پرچیزاده، 3 دقیقه وقت شد نیم، شما هم جمع‌بندی کنید لطفا. به نظر من هم رژیم ولایت فقیه رفتنیست، چون فرو پاشیده از همه جهت، از لحاظ ایدئولوژی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی. این اگر بیان بهش چندین بیلیون دلار هم تزریق بکنن، یه بیمار رفتنیه، درست بشو نیستش. دنیا هم اینه میدونه. اینا بیشتر دارن خودشونو آماده میکنن برای دوران در حقیقت سقوط رژیم جمهوری اسلامی. اخبارش در اروپا هست، بانک‌ها میگن که تو ایران سرمایه گذاری نمیکنن یا وام نمیدن به مشتری ایرانی و خیلی از این مسائل. فقط تنها مسئله که من دارم، و قبلا هم اینو گفتم، وقتی که آقای ترامپ این تحریم‌ها کمرشکن رو بس کرد و هنوز اصل کارش مونده، گفتم من دوست ندارم مردم ایران قحطی ببینن. پس اگه میخواید ترتیب رژیم را بدید، زودتر بدید که مردم زجر نکشن. یعنی بعضیا میگن حمله و نظامی و فلان و بیسار نباشه، اتفاقا من میگم اگر با حمله نظامی رژیم زودتر ساقط میشه که مردم قحطی نبینن، بذارید رژیم را بزنن. آقا بذار 4 تا پایگاه موشکیشو بزنن. ما دیدیم در شهرات آمریکا 59 تا موشک زد، خون از دماغ کسی نیومد. این برای رژیم جمهوری اسلامی هم میتونن همین کارو کنن. بذارید کیان رژیم بپاشه، مردم زودتر بریزن تو خیابون ترتیبشو بدن، ولی مملکت به قحطی نیفته، هموطنان ما به قول شما به علف خوردن و اینجور چیزا نیفتن. در نهایت چشمم و دلم روشنه که این رژیم به زودی میفته. بسیار عالی جناب آقای عزیزاده، عالی بود. آقای مصداقی، شما هم 3 دقیقه وقت دارید جمع‌بندی کنید، بفرمایید. برای نمت خدمتون بگم که رژیم ها به این سادگی سقوط نمی کنن. شما ملاحظه بکنید رژیم در واقع ونزوئلا را اگر ملاحظه بکنید، تحریم های چند هزار درصدی هست و عملا با یک اپوزیسیون قوی در خود همون کشور که نزدیک به نیمی از آرا رو در دست دارن، اپوزیسیونیست کاملا متشکل با اتحادیه های مختلف، احزاب مختلف، سازمان های مختلف، با حمایت های بین المللی زیر پوش امریکا و عملا با اهرم های قوی هم که در دست داره. ولی میبینید همچنان دولت اونجا بر سر کار هستش، بنابراین تغییر یک نظام به این سادگی نیست. و مسئله شما سوریه رو میبینید، علارغم اقدام های متفاوتی که صورت گرفته، علارغم بمباران ها، علارغم دخالت های خارجی، ولی ملاحظه میکنید همچنان بشار اسد در اصل کار و به جنایت مشغول. بنابراین نمیشه این انتظار رو داشت، و به نظر من دادن تاریخ به مردم غلطه، باعث ناامیدی میشه. بعد از نوامبر من به شما قول میدم نظام جمهوری اسلامی بر سر قدرت هست و خواهد موند. نظام اسلامی در هیچ آینده‌ای نداره، قطعا این نظام متعلق به این دوران نیست، قطعا نظام اسلامی رفتنیست. این که به چه شکل، به چه صورت، کجا، کسی نمیدونه.
قابلیت سرنگونی داره، بله. قابلیت تغییر داره، بله. بایست بشه، بله. ولی زمان دادن کاملا اشتباهه. ببینید هیچ علائمی از رفتن نظام اسلامی نیست، به خصوص تا ماه نوامبر. من باز هم تاکید میکنم خدمتتون و بعد هم من بهتون من عرض میکنم خدمتتون، ما در جای زدن پایگاه‌های نظامی سپاه یا پایگاه‌های نظامی رژیم مطلقا به انداختن او یا به افتادن او منجر نمیشه، بلکه در واقع مشروعیت میده به نظام جمهوری اسلامی، مشروعیت میده به سپاه پاسداران و عملا کشور و عملا فضا رو بیشتر میتونن ببندن و میتونن سرکوب بیشتری رو اعمال بکنن. این مسئله ایست که به نظر من موجوده و باید دیدش. و عملا در کشورهایی هم که ما منطقه ما با اروپا فرق میکنه، به خاطر اطرافیانمون، به خاطر تضادهایی که در اون اینجا هست، تو اروپا تصمیم گرفتن مسئله شبه جزیره بالکان رو حل کنن. میبینید به سادگی حل شد، با یه چند تا بمباران مسئله حل شد و امروز زندگی در اونجا جریان داره. ولی نه در افغانستان در زمان حمله برژنف و اتحاد جماهیر شوروی، نه در حال، نه بعد در دوره امریکا، نه در عراق، نه در سوریه، نه در واقع در لبنان، حتی در دهه 80 دخالت‌های نظامی مسئله رو حل نکرده، موضوع رو پیچیده‌تر کرده. به نظر من از راه‌های بسیار منطقی‌تری میتونه ما به نتیجه برسیم. تحریم‌ها بسیار میتونه به نظر من مؤثر واقع بشه. من از اولین نفره بودم که از تحریم‌ها حمایت کردم، چون راهی است برای مقابله با جنگ، چون نظام اسلامی رو می‌خوابونه و عملاً به نظر من بزرگترین خطری که ایران رو تهدید میکنه حمله نظامی نیست. بزرگترین خطری که ایران رو حمله میکنه هیچ یک از این چیزایی که نظام خوب آقای مستقی، بلکه مسئله محیط زیست، نابودی ایران، نابودی آینده ایرانه که از هر چیزی خطرناکتره و نظام اسلامی و حضورش در قدرت از هر چیزی برای ایران بدتره. دقیقاً درست میفرمایید آقای مستقی. هر روز حکومت اسلامی در ایران برابر است با یک ماه یا دو ماه جنگ با یک کشور خارجی و صدماتی که به ایران وارد میشه. دقیقا درست است. اون چه که مسلم است، مردم ایران باید این حکومت اسلامی را با یا بدون یک جنگ خارجی خودشون سرنگون کنند. اگر هم جنگی بر حسب تصادف وجود بیاد در منطقه، فرصتی خواهد بود برای مردم که از این فرصت برای سرنگونی حد اکثر استفاده را ببرن. ولی من هم امیدوارم که این جنگ صورت نگیرد. تحریم ها، خصوصا تحریم هایی که مقامات رژیم را بیشتر زیر ضرب قرار میدهد، که اون یک بحث دیگری است که مثلا همین مسئله تحریم حکومت در تمام صحنه های جهانی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، سندیکاهای کارگری و تمام حوزه های دیگری، که ایران هنوز با تمام اون جنایت هایی که حکومت در ایران میکنه حضور داره و این یکی از مشکلاتی است که متاسفانه اپوزیسیون هنوز نتوانسته این فشار را بر جامعه جهانی وجود بیاره تا مانند آپارتاید حکومت اسلامی هم یک تحریم سریع ورزشی، فرهنگی، دیپلماتیک و غیره بکنه. این بحث رو متاسفانه من باید اینجا تمام بکنم، چون وقت ما به پایان رسیده. من از سه دوست عزیزم بسیار سپاسگزارم که در این بحث سازنده نظرات مفصل خود رو بیان کردن. متاسفانه به دلیل تنگی وقت و شاید هم آقای مانی این همه زحمت کشیدن تا حالا کارگردانی کردن، ما باید دیگه این بحث رو تموم کنیم و امیدوارم که فرصتی پیش بیاد و دوباره این بحث رو با ابعاد دیگر، با زوایای دیگری که ما میتونستیم اینجا باز کنیم ولی وقت نشد، بتونیم ادامه بدیم. با درود بر شما تا فرصتی دیگر. بدرود.